اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. به روی بستر شب قطره‌های خون جاری است، به روزگار من و تو حضور بیداری است. اگرچه تیغ به زهراب دیده جلاد به دست والی خونریز و کار او بیداد، ولی به شعله عشق و شهامت ملت فرو کشیم ز عرشش به مهنت و زلت. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 30 آوریل 11 اردیبهشت ماه، به شما سلام. خب امروز مطابق همه هفته مهمان عزیز ما دکتر محسن سازگار. من یه توضیح اینجا اجازه بدید بدم، این خیلی لازمه به خاطر اینکه در شما ایران فردا هم دو سه تن سوال کرده بودم، بعدم مرتب بعضیا هستن عادت دارن سوال در رابطه با آقای دکتر سازگار. آقا بله، ایشون مؤسس سپاه پاسداران بودن، با اینکه سازگارا بارها اینو توضیح داده و شرح داده که آقا جان داستان این بود، انقلابی بود، جوانهایی بودن امیدوار و گمان میکردن باید یه نیروی جوان باشه تو جامعه برای جلوگیری از تجاوزات، جلوگیری از کشتار، جلوگیری از حالا هرچی، دفاع از اون آرمانها. اون فرق میکنه با این هیولایی که در برابر ما هست. بعد 20 سال سازگارا یه نفس داره علیه رژیم میزنه، بابا یه ذره انصاف داشته باشی. من درست همین رو اینجا اعلام کردم، گفتم آقا با یک عبارت و با یه جمله و با یه خط برای آدم ها قضاوت نکنیم، یک مسیر رو نگاه کنیم. الان شما نگاه کنید، من همین هیجانات و سر و صداهایی که این چند روزه شاهدش هستیم در مورد آقای اردشیر زاهدی، اگر هم میخوایم اظهار نظری بکنیم، من واقعا برنامه عیضا مهبودی عزیزم رو که دیدم حتی برخورد با که دکتر سازگارم توش بود، برخورد با یک نظر مخالفم، اون ویژگی ها و چارچوب ادب و شأن ملت ما رو و روشنفکر ما رو و نخبه جامعه اونو باید حفظ بکنه. این چیزهایی که نوشته میشه، یا من یه چیزی رو براتون بگم، یه جوانکی که میشناسیمش کیه، چی کار است و کجا اومده، به دروغ به اردشیر زاهدی زنگ زده و گفته از بی بی سیه، یعنی بعد از اون صحبتی که ایشون کرد و مطالبی رو گفته، بعدم اومده توی ویدیو گشته پخش کرده، یعنی آقای زاهدی اینا رو به او گفته، در حالی که به قدری زاهدی عصبانی بود و ناراحت از این دروغگو و از اینکه کلا سرش گذاشته. و من توصیه کردم، صحبت کردیم، چون من زاهدی رو دوستش دارم، بودم این آدم ها الان مسلم رژیم بسیج کرده برای بهره برداری، و در حال این توضیح رو خواستم بدم. به نظر من اشاره بود، چون صحبتی که با آقای زاهدی داشتم، ایشون واقعا متاسف بود از اینکه این سوء استفاده ها رو بعضیا میکنن. درود به دکتر سازگارای عزیزم. سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان عزیز. خب دکتر سازگارا، ما این مقدمه رو گفتیم که نیاز نباشه شما دیگه صحبتی بکنید، بعد خودم گفتم. اما نکته ای که به نظر من الان خیلی مردم با
علاقه دنبال میکنه، میخوان بدونن. آیا اونطور که شما حس میکنین در پس پرده گپ و گفتی بین واشنگتن و تهران در جریانه؟ آیا واسطه هایی مثل دولت عمان و غیره دست به کارن؟ آیا واقعا ما شاهد یک پشت پرده ای هستیم که بعدن اون وقت خبردار میشیم که کلافمون خواهد کرد؟ اینو چون از من سوال کردم از شما میپرسم. والا من دست کم خبری از پشت پرده ای ندارم. به هر حال البته میدونید خب در این قطع رابطه و دشمنی و مخالفت دولتین ایران و آمریکا باب پیغام و گفتگو بازه، هم از طریق سفارت سوئیس و هم از طریق حالا دولتایی مثل عمان یا دیگران. اگر چیزی باشه دست کم من نمیدونم، ولی اون چه که از فضای سیاسی واشنگتن من میدونم این است که آنچه که دولت ترامپ مشخصا آقای پومپیو اعلام کرده این است که چون در ماه اکتبر برداشته میشه، یعنی به انتها میرسه دوره تحریم‌های تسلیحاتی ایران، بله، و روسیه به خصوص در صدد است که به ایران سلاح صادر کنه، آقای پومپیو الان یک قطعنامه دادن به شورای امنیت سازمان ملل که تحریم تسلیحاتی ایران رو جدای از اون قطعنامه 231 و مسیر برجام تمدید بکنن برای مدت نامحدود هم. این قطعنامه به احتمال زیاد با وتوی روس‌ها مواجه، بله، خواهد شد. و چین احتمالاً، و چین معمولا زرنگ، خیلی همت بکنه یه رای ممتنه نمیده، وگر نه نمیره توی مایی، ولی روسیه احتمالش خیلی زیاده که به تو بکنه. البته اینجور مسائل رو قبلش هماهنگ میکنن، از همدیگه میپرسن. پلن بی امریکایی ها این است که اگر نشود و روسا وتو کنن که شانسش خیلی زیاده، مسیری که میتواند تحریم تسلیحاتی رو تمدید کنه این است که پرونده برجامی احیا بشه از مسیر درون برجام، از اون اگر اشتباه نکنم ماده 36 یا 37، حالا مطمئن نیستم شماره ماده رو، در برجام پیش بینی شده که اگر این کشورهای پنج به اضافه یک گزارشی داشتن، نکته‌ای داشتن که ایران تخلف داره میکنه از محدودیت‌های برجام، بیان میتونن شکایت کنن. خب الان ایران قطعا تخلف کرده، برای اینکه دیگه الان پنهان میسازن، علنی گفته که حالا که امریکا تحریم گذاشته و کاری اروپایی هم نمی‌کنن، من هم تعهدات برجامی رو انجام نمیدن، یعنی از اون حد ذخایر اورانیوم غنی شده، درصد غنی سازی، از همه اینها عبور کرده. بنابراین هر میتونه در اون برجام پیش بینی شده شکایت کنن و جمعا دو ماه طول میکشه، یعنی یک کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت خارجه اول رسیدگی میکنه، اون کشور اگر بگه قانع نشدم میره به جلسه وزرا، و اگر اونجا هم بگه قانع نشدم میره شورای امنیت، در شورای امنیت اتوماتیکلی اول تمام تحریما برمیگرده، این دیگه کس نمیتونه وتو کنه، بعد تازه رسیدگی میشه. خب ببینید این مسیر درون برجام بیش از هر چیزی، این اظهار آقای پومپیو، البته روزنامه نیویورک تایمز این گزارش رو داده، بیش از هر چیزی اینی که اگر تحریم تسلیحاتی رو نتونه با قطعنامه جداگانه تایید کنه میره سراغ برجام امریکا، نشون دهنده این است که سه کشور اروپایی حاضر نشدن مکانیزم معروف به مکانیزم ماشه رو، یعنی همین
مکانیزمی که الان صحبتش شد رو انجام بدن. اگر هر کدوم این سه کشور اروپایی، حالا چین و روسیه که نمیکنن، اینها حاضر بودند که بیاین و بگن که خب ایران تخلف کرده، پس اون جلسه معاونین بعد وزرا بعد شورای امنیت، خب همین اتفاق میافتاد، حضور امریکا مورد نیاز نبود. ولی این اظهار بیش از هر چیز نشون میده اروپایی حاضر نشدن این کار بکنن. اروپایی ها تهدیدش رو کردن به ایران، اعتراضشون رو کردن که دارید برجام رو نقض میکنید. ولی حتی انگلیس هم حاضر نشد که بیاد و به سراغ مکانیزم ماشه بره. بنابراین امریکا راهی که براش میماند، آنچه که از قول آقای پومپیو نقل شده، این نیست که برگرده به برجام، خودش این کار. این اون چیزیست که آقای دکتر، همون اولی که آقای ترامپ خیلی عرض شود به نظر من گز نکرده پاره کرد و قولی که توی انتخابات داده بود فوری اعلام کرد من از برجام چون قول دادم میام بیرون، و البته خب تحریم‌های کمرشکنی رو هم اعمال کرد، همون موقع بعضی ها در همین واشنگتن بهش ایراد گرفتن، از طرفداران خودش، از حزب خودش، گفتن باشه تو میخواستی فشار تحریمی سنگین به ایران بیاری، اشکال نداره، ولی میتونستی همین کارو از درون برجام کنی، برگردونی شورای امنیت، تمام تحریم‌های سازمان ملل برمیگشت، بعد اضافه بر اون بازم تحریم میگذاشت و کافی بود که بگی اطلاعاتی داری، مستنداتی به دستت رسیده که ایران داره تخلف میکنه، و از همین جا اون مکانیزم ماشه رو به جریان بده. الان اون ایراد به هر حال مطرح بود اون موقع، ولی الان به نظر میرسه که امریکا بیش از هر چیزی حواسش به تحریم تسلیحاتیه، و اگر نتونه از قطعنامه‌ای که اتفاقا همین دو روز پیش به بین اعضای شورای امنیت پخش شده به نتیجه برسه، یک راه حلش این است که بره سراغ این که برگرده به برجام و مکانیزم ماشه رو خودش به جریان بندازه. دکتر سازگار، اینجا یک نکته که به نظر من آخریدم بخواهش میکنم، آخریدم عرض کنم، ممکنه این دو بررسی حقوقی و کارشناسی وزارت خارجه آمریکا کرده باشه برای اینکه این کارو بکنه، ولی ترامپ شناسی من دست کم میگه، حالا ممکنه اشتباه هم بکنم، آقای ترامپ این کارو نمی به هیچ دلیلی در هیچ شرایطی به برجام دست کم قبل از انتخابات ماه نوامبر ماه آبان بر نمیگرده، ولو آقای پومپیو بهش توصیه کنه که اینه، ولو اینکه تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر تمام بشه، دست کم اون یک ماه رو صبر میکنه، بلکه در انتخابات ما خیلی به زیانش خواهد شد. آقای بایدن که خودش در دوره او معاون رئیس جمهور بوده، برجام تصویب شده و مدافع اون هست، حسابی میتونه هوش کنه در مناظره های انتخاباتی و بگه بفرمایید کار بیخردانه، یعنی این رفتی بیرون دو سال سه سال حالا برگشتی دوباره رفتی تو. بنابراین آقای ترامپ ولو میگم وزارت خارجه بهش توصیه کنه قبل از انتخابات این کار رو به نظرم نمی کنه، ولی بعد از انتخابات اگر خودش انتخاب شه اون وقت ممکنه داستان دیگه‌ای باشه. البته آقای ترامپ خیلی قابل پیش بینی نیست. درست. ببین دکتر سازگارا، تو منطقه یک فضایی وجود داره الان، یه حالتی هست که کم و بیش میگن که اگر ترامپ به انتخاب مجددش مطمئن بشه، تمام شرایط رو نگاه کنه، بررسی کنه، هیچ کاری نخواهد کرد و صبر میکنه تا تجدید انتخاب بشه و اون وقت تمام اون وعده هایی رو که علیه جمهوری اسلامی داده یکی بعد از دیگری عملی میکنه، چون متوجه یک موضوعی در منطقه هستن. ببینید در مورد مسئله فلسطین با سیاست های اسرائیل عملا قضیه به بن‌بست رسیده، فلسطینی ها به شدت غضبناک و عصبانی هستند و گویی که جمهوری اسلامی در ساحل غربی و منطقه خود مختار اصلا نفوذی نداره،
و در غزه هم به برکت پول شلوغ میکنه یا آشوب ایجاد میکنه، ولی این فضا میتونه به سرعت و توسط سوء استفاده چیهایی مثل ولی فقیه و دار و دستش مورد بهره برداری قرار بگیره. و اینا عواملی هم در لبنان دارن، پایگاه هم تأسیس کردن، پایگاه زیرزمینی هم درست کردن، یعنی عملا یک خطری که اسرائیلیا ممکنه حس کنن این خطر وجود داره، اون وقت ساکت نمیشینن. بنابراین این تو خاورمیانه حداقل این بحث هست که نباید عجله کنیم، نباید فکر کنیم که جمهوری اسلامی رو دست و پاشو ببندیم، اینا اهل دست و پا بستن نیستن. ولی بعد از نوامبر شاهد تحولات بسیار در خاورمیانه خواهیم. در عین حال هر زمان آمریکایی‌ها جدی یه تهدیدی رو کردن، جمهوری اسلامی عقب زد. همین مورد کشتی ها، مورد اینا، اینه که به نظر میرسه خود جمهوری اسلامی هم متوجه این خطر بزرگ که تهدیدش میکنه هستن. بله، الان های دکتر، شما منطقه خاورمیانه رو قطعا از من خیلی بهتر میشناسید و معادلاتش که الان خیلی چیزا اونجا گره خورده به هم. مثلا در سوریه بین روسیه و دولت اسد دعوا شد. روسیه به شدت نشریات روسیه نزدیک، محافل نزدیک به پوتین، مثل اینکه مثلا در ایران روزنامه کیهان تهران و نمیدونم سایت فارس و تسنیم و اینا یه چیزایی رو بگن. در روسیه اینجور نشریات منسوب به اطرافیان پوتین و جناح او به شدت به دولت سوریه حمله میکنن، انتقاد دارن و حرفشون هم این است که فاسده. و در واقع پشت حرفاشون این است که ما اگر رفتیم توی سوریه برای مبارزه با تروریسم بوده و قصدمون نبوده که اسد رو نگه داریم، در حالی که جمهوری اسلامی از اول که رفتیم به هر قیمت میخواسته اسد رو نگه داره، اعصاب دمشق رو بر سر کار نگه داره. حالا روسا چرا این رو میگن؟ قاعدتا یک چشمشون به دوستی با اعراب، به خصوص سعودی ها، به اسرائیل و یه سری کارهایی دارن که خیلی معطل این که خرج آقای اسد بکنن نمیشن. خب آقای ظریف 24 ساعت هم رفت اونجا، ظاهرا نتونستن اینو حل کنن بین روسا و اسد. روسا اصرار دارن قانون اساسی جدید نوشته شه، انتخابات شه و احتمالا اسد کنار بره. همینطوره مسئله در عراق. در عراق خب درسته این 4 گروه شیعه ای که از 8 شعبی انشعاب کردن و گفته میشه به توصیه آقای الکاظمی که قرار نخست وزیر بشه انشعاب کردن و پیروان به اصطلاح 4 درسته اینا رو جمع بزنیم مثلا 1/5 گروه های بزرگ تشکیل دهنده 8 شعبی میشن، ولی اینها نشون دهنده ای نیست که با رفتن قاسم سلیمانی که معروف بود به مردی با چمدان پرپول و کم پول شدن جمهوری اسلامی مشکلاتی بروز کرده که این آقای الکوسرانی که از حزب الله لبنان اومده اونجا همه کار شده نمیتونه جمعش کنه و مشکله. و اون وقت دست کم اروپایی ها میگن، من این رو در واشنگتن دنبال نکردم نمیدونم، ولی از اروپایی ها نقل میشه که اونها معتقدن امریکا اینی که تمام نیروهاش رو در 2 مرکز متمرکز کرده فقط و 8 شعبی رو میخواد بزنه، میخواد به شدت بهش حمله کنه و آمادگی داره که اگر ایران هم بخواد تلافی کنه ایران رو هم بزنه. دست کم اروپایی‌ها معتقدن خیلی جدیه. بنابراین در عراق هم ماجرا گره خورده، ضمن اینکه دوباره حالا یک کمی با کرونا تخفیف پیدا کرد، ولی هفته گذشته ما شاهد بودیم که دوباره معترضین به حضور ایران و وضعیت نفوذ ایران به خیابون اومدن و دوباره اونجا این مسئله ساز شده. لذا میخوام بگم این مسئله بحران‌های جمهوری اسلامی، میلیاردها دلاری که از جیب ملت ایران خرج کرده
و همین الان هم پولایی که دست خامنه ایست میگه برای چیزهای استراتژیک میخوام، که منظورش همین خرج تو منطقه است و نمیده مردم بشینن خونه، کرونا نگیرن و در امان باشن، خواسته ای که تبدیل به خواسته ملی شده الان از حتی درون حکومت و بیرون حکومت و عموم مردم، اینها ظاهراً به بنبست خورده. الان که کم پول شده جمهوری اسلامی، الان که خودش در بحران کرونا دست و پا میزنه مدیریت جمهوری اسلامی و واقعا هر روز مثل یک باتلاق بیشتر توش فرو میره و مشکلات بزرگی داره، مسائل منطقه هم گره خورده. خب شما دیدید در بیروت هم مردم به خیابون اومدن. بله الان هم هستن، همین الان تو ترابلس و بیروت به بانک ها حمله کردن و بله. مسئله اصلشون هم علیه حزب الله است. بله. درسته حالا خودشون هم میگن فعالین لبنانی که ما عراق و ایران سرنوشتمون به هم گره خورده و ماجرا از ایران و عراق باید حل بشه تا در لبنان حل شه، ولی از اعتراض فرو نمی نشینن و ادامه داره. میخوام بگم ببینید خاورمیانه الان یک جای پیچ در پیچی شده و بوده که هنوز با این ماجرای کرونا تشدیدم شده، به خصوص اینکه بازیگری مثل جمهوری اسلامی که این همه خرج کرده، این همه اونجا کار کرده، الان در یه بحرانی به سر میبره که این بحران خب اولین آثارش نیست که این اعتراضات و اینها شدت گرفته. بر صورت فکر میکنم که پارامتر روسیه رو نباید فراموش کرد و اسرائیل رو و البته آمریکایی ها که اونها هم به اصطلاح توی منطقه قدرت های فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای بله. بازی خودش سعودی ها. بله سعودی ها که خب یه پای ماجراها در دنیای عرب و دنیای اسلام هستن. این رو هم دیدیم که خب اسرائیلی ها بلا انقطاع نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله و طرفداران به همه هفته پیش دوباره زدن و بعدم اعلام کرد وزیر دفاعشون که ما دیگه وارد یه مرحله جدید شدیم. بله. ما تا الان بازدارندگی بود، حالا بیرون کردن دیگه، ما میزنیم تا جمهوری اسلامی از سوریه بره. و جالب اینه دکتر سازگار، روزی که ظریف در سوریه بود یکی از فرماندهان سپاه از اتاقش اومده بود بیرون در زینبیه سوار ماشین بشه بره به دیدن ظریف تو سفارت، به محض اینکه بیرون اومده بود اسرائیلی اتاقش رو زدن. اصلشون زدن او زیاد نبود، میخواستن پیامی به ظریف بدن. و در این حال یه نکتم که خیلی به نظر من قابل تأمله، ببینید لبنان به عنوان مرکز مالی جهان عرب و خاورمیانه سوئیس منطقه بود. حالا پاریس منطقه بود در نظر زیبایی، فرهنگ، موسیقی، کاباره ها و همه اینا رو از لبنان جمهوری اسلامی گرفته. یعنی عملا لبنان امروز مردم تو خیابون میگفتن از عروس خاورمیانه تبدیل شده به موجود بدبخت در حال مرگ، گرسنگی. و دیگرو میگفت آقا من یه لیره ندارم نون بخرم. قیمت دلار در عرض دو هفته 1000 لیره بالا رفت و اینا کمر مردم رو شکونده. این بانک ها رو آتش زدن، آتش زدن بانک نیست، غضبی است که علیه حزب الله. رئیس بانک مرکزی لبنان امروز اومد یه سخنرانی مفصل کرد، چون دولت آقای میشل اون رو دار و دستش و حزب الله میخوان ایشونو بکنه، آقای سلامه رو ورش دارن، وادارش کرد. محافظ بانک یا رئیس بانک مرکزی در لبنان یه جایگاه ویژه‌ای داره، همینجوری نیست که بیان برکنارش کنن. توافقهای همه ادیان و مذاهب و گروه ها و فرقه ها رو میخواد و ایشون کارش رو به خوبی انجام. امروز سخنرانیش خیلی مهم، در این سخنرانی گفت بانک مرکزی تمام وظایفش رو انجام داده، اشارش به این بود که حتی حسابهای حزب الله رو بسته، جلوی فعالیتش رو گرفته. این دولت، حالا اسم فاسد رو نیورد ولی عملا گفت که تحمیل میکنه به بانک کارهای انجام بده که خارج از قانون و
باز منظورش به این بودی مسئله حزب الله. و حالا این جنجال و دعوا در لبنان ادامه داره. بعد تصورشو بکنید الان مردم اومدن تو خیابون حسرت روزگار توریستای سعودی و اماراتی و کویتی رو توی شهرشون، تو هتلای لبنان خالی، حالا از کرونا بگذریم چندین سال این وضع داره. و تمام اون سپرده که سعودی ها، اماراتی ها، کویتی ها گذاشته بودن برای کمک به اقتصاد لبنان کشتن بیرون. و اینه که لیره اینجور ضربه خورده و همش برای جمهوری اسلامی. یعنی در منطقه یک اپیدمی، یک بیماری به نام جمهوری اسلامی همه رو مریض کرده. شما از یمن نگاه کنید، ملت بدبخت بیچاره رو به یه جنگی کشیدن که الف تا یاش خسارت. عراق همینطور، سوریه همینطور. هر جا شما نگاه میکنید اثر انگشت جمهوری اسلامی سرگرم فتنگری و آشوب و آتش زدن. بنابراین به نظر من واقعا یه جا باید متوقف بشه، چون مردم ایران حرفشون رو زدن، تکلیفشون روشن کرد. این ماجرای کرونا هم روشن کرد که آقای خامنه‌ای، چون واقعا فکر میکنید میشه تو دنیا یه انسانی اینقدر بیمسئولیت ضد ملی و دشمن ملتش باشه، پاشه بره عیش کنه، بشینه اونجا بغل دریچه لطیان، خود و خانواده، ملت رو بگذاره در برابر، بعد آقای روحانی هم بگه مردم برگردن سر کار. شما واقعا این اداهای روحانی رو چجور تفسیر میکنید؟ منطقه سفید ایران اینو چیکار میکنن بکنن با مردم؟ بله، من واقعا به این تبهکاری های آقای خامنه ای رو هم اضافه کنم. ببینید ایران بیش از 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره و این ذخیره ارزی رو کافیست منتقل کنن هر چقدرش رو دلشون میخواد به 3 تا بانک سوئیسی. از اون طریق امریکایی ها راه رو باز کردن، غذا، دارو برای مردم بخرن و هیچ مانعی هم نیست. از صندوق بین‌المللی پول هم درخواست کردن، البته 5 میلیارد دلار خیلی زیاده برای اینکه کل پولی که صندوق بین‌المللی پول گذاشته برای این همه کشور در دنیا 50 میلیارد دلار است که اون تازه برای دوره بازسازی کشور هاست، نه دوره مبارزه با بیماری. حد اکثر 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، 300 میلیون دلار به هند، 1 میلیارد دلار اختصاص دادن. ولی امریکایی ها خب میگن پول دست این حکومت ندین، برای اینکه اگه پول دستش بدین میره خرج، به جای اینکه خرج مردم کنه میره خرج اسلحه میکنه تو منطقه استفاده میکنه. آقای همتی مصاحبه کرد، رئیس بانک مرکزی، گفت که نه ما پول نمیخوایم، غذا و دارو پول صندوق بین‌المللی پول باشه، ما حرفی ندارم. من الان طی صحبتی که بعضی دوستان کرد دارم دنبال میکنم ببینم میشود ما پول رو چنان که آقای همتی گفته صندوق بین‌المللی پول ولو 1 دلار هر چقدر کمک میکنه بره به حساب بانکای سوئیس که مطمئن باشیم خرج غذا و دارو میشه و امریکایی هم مخالفت نمیکنه. خب میدونید باز به همون بنبستی داریم میخوریم و خوردیم که در مورد ذخایر ارزی خود آقای خامنه ای رضایت نمیده. آقای خامنه ای ملت ایران رو گروگان گرفته. دقیقاً بیماری برای اینکه به دنیا بگه که تحریم های آمریکا رو بردن، برای اینکه به اون پولا احتیاج داره، میخواد دستش برسه به صندوق به ارز و ذخایر ارزی رو کلمبه ای برداره ببره در منطقه خرج کنه، خرج همین آدم کشی ها. من نمیدونم تو کله این مرد چی میگذره و این واقعا بیمار روانی، این آدم غیر عاقل، این آدم دیوانه و جنایتکار و شریر چی میخواد از جون ملت ایران. ولی حاصل این کار و آنچه که دولت روحانی داره در دنبال روی از آقای خامنه ای، حاصلش دودش به چشم ملت ایران داره می، یعنی وضعیتی در کشور به وجود اومده. اصلا آقای دکتر به این عدد و رقمایی که اینا میگن بله. نه ملت ایران اعتماد نداره، هیچ کی تو دنیا اعتماد نداره. بله. خودشون هم البته
دیگه پنهان نمی کنن که خودشون هم قبول ندارن. بله، هر چقدر هم جلوشون می گیرن، حالا اعلام کردم بیش از 3600-700 نفر که اخبار واقعی داده بودن رو گرفتن، چون که 5 نفر رو سر به نیست کرده، یعنی کلی رو گرفت. چون چی نم الان همین سر صدا در اومده که این عدداش غلط بوده، اونا میگیرن. رویه دیکتاتورها شبیه همه. ولی توی ایران هرچی هم جلوشو میگیرن، از دانشگاه علوم پزشکی فلانجا و استاندار و فرماندار و شورای شهر و اینها آمار واقعی میاد بیرون. آمار واقعی برآورد من جامعه پزشکی را نقل میکنم، چون دیگه الان خیلی جاها فقط برآورده، نمیشه دقیق بفهمم من که رفته بیماری. ولی میگن مبتلایان در کشور بیش از 1.5 میلیون نفر شده و مرگ بیش از 50,000 نفره. به دروغ میگن 5,000 رو نمیدونم انقدر مردن. دروغ یعنی اومدن یک کلاه شرعی درست کردن، میگن هر کی رو با کیت تشخیص ما تشخیص دادیم کرونا مثبت بود میگیم کرونا داره، از اینا هر کی مرد میگیم از کرونا مرد، در حالی که خود پروتکل وزارت بهداشت به بیمارستان ها و دانشگاه بیمارستان های علوم پزشکی که ابلاغ کرده این است که چون کیت کمه با علائم بالینی پزشکا تشخیص بدن. خب دشوار هم نیست برای پزشکا که یه کسی سرفه میکنه، تب داره، تنگ نفس داره، بعدم یه اسکن ریه میکنن، خب میگن کروناست دیگه. ولی در آمار دادن میگن نه، علائم بالینی قبول نیست. اونایی که با کیت تست کردیم فقط میگیم، و مرگ هم اینو فقط میگیم کرونا، الباقی رو هم بنویسید ایست قلبی یا بیماری ریوی یا بیماری تنفسی. و اینطوری در واقع آمار دروغ میدن. و الان ببینید، یک کارمند دولت به من میگفت هفته گذشته، میگفت این آقای روحانی اومده هی میگه بیاین فاصله گذاری هوشمند بکنید. ایشون خودش میگفت، شما از من بخواست که تو این برنامه بگم، میگفت بگید به آقای روحانی ای مرد فلان فلان شده، یا قربون شکل ماهید برم با اون هیئت دولت که کاخ سعدآباد قایم شدی، یه روز صبح ساعت 8 از تجریش سوار مترو شو، بیا تا میدون توپخونه. بله، بیا ببین. بله. ما ببینیم محافظ و دورش و کورش هم نداشته باش، ما ببینیم تو تو شلوغی مترو این فاصله گذاری و هوشمند و رعایت میکنی، ما یاد بگیریم. و بعدم خنده دارتن که آقای روحانی اومد گفت مردم تاکسی سوار شد. میدونی این حرف بل. آدم یاد اون جمله معروف ماری آنتوانت میندازه که بله، بیسکویت بدید، نون ندارن بخورن، گفت خب بیسکویت بخورن، کیک بخورن، شیرینی بخورن. ببینید آنچنان دولت ضعیف عمل میکنه و کل دستگاه حکومت. الان گزارش های متعددی هست که توی بسیجی هایی که رفتن با پدافند غیر عامل همکاری کنن و عرض شود که به داد روستاها و بخش ها برسن، چون شهرها رفت دست اونا، دست به اصطلاح روستاها دست اینا برسن، دزدی میشه. توی کمیته های کمیته امداد امام خمینی و غیره را از کمک هایی که قراره به مردم بدن بلند میکنن، دزدی میکنن. دکتر سازگارا با عرض پوزش اجازه بدید یه درنگ کوتاه بکنیم، برگردیم. این مسئله آقای ربیعی خیلی مهمه، میخوام ازتون بپرسم. سال روز میلاد رهیجان معیریست، اون که او بین ما نیست ولی ما یادشون میکنیم با ترانه ماندگار از Thank you.
همچو مجنون گفت و گو با خیشتن باید مرا بی زبانم هم زبانی هم زبانی همچو من باید مرا جامه بر اندام تو از جامه بر اندام تو با تو ای گل با تو ای گل جای در یک پیرهن باید مرا آشیان بی طایر دستان سرا ویرانه به چند با دل مردگی ها پاستن باید مرا با درود دوباره ترانه رهی با صدای خانم سحر مسیری. دکتر عزیزم یک صحبتی آقای ربیعی کرد خیلی من شو خودم واقعا فکر میکردم که ربیعی بالاخره معاون وزارت اطلاعات و دست خاتمی تو شورای امنیت ملی وزیر فلان یعنی واقعا از خودش خجالت نمیکش اومد گفت خیلی مقام معظم رهبری و این مراجع و روحانیت با ما همکاری کردن با جامعه علمی کشور همکاری کردن. همون موقع رئیس جمهورش برمیگرده میگه مراکز سفید یعنی امامزاده هایی که میتونیم برین توش. آدم این تعارض رو چجوری میتونی معنی کنه؟ واقعا چجوری روحانیت در این وسط چه کرد؟ چه کرد که به نفع مردم باشه؟ شما اثری از یک روحانی آزاده دیدید که بیاد این وسط دفاع از جان مردم؟ بله. اصلا قایب بنای دکتر شما یه دونه از این آقایون مراجع که راجع به هر چی نخود آشن میان حرف میزنن این روزا میبینین اصلا بیان دو کلمه حرف بزنن بگن آقا جون این مردم عزیزه یا میگن از این وجوهاتی که دست ماست ما میدیم مردم احتیاج دارن
والا من قبلا عرض کردم به حساب یارانه مردم که زیر ساختش هم در ایران هست، از دم شما نفری 500 هزار تومان ماهانه بریزین، یه خانواده 4 نفره میشه 2 میلیون. قسط بانک و اینها رو هم مثل امریکا، مثل خیلی کشورها معلق کنید الان. اگر اجاره رو هم بگید معلق معوق تا یا قبضای پرداختی و اینها، فقط الان بحث آب و غذایی است که مردم زنده بمونن. اگر همین کار رو بکنید بفرض به 80 میلیون ایرانی هم بریزین که کمتر از اینم میشه، چون میشه کارمندهای دولت رو که حقوق میگیرن در ورد دهک‌های بالایی رو قبلا دولت شناسایی کرد، ولی فرض کنید میشه ماهی 40,000 میلیارد تومان. 6 ماه که سهل است، حالا 2 ماه لازمه، ولی 6 ماه همین کارو بکنیم میشه 240,000 میلیارد. یعنی این عددی نیست که نشود تامینش کرد و مردم رو بشینن در منزل بیرون نیان، بیماری فروکش کنه، نه اینکه باز میکنن اون وقت اومدن. الان به سرعت درصد بیماری باز رفته بالا، هنوز 2 هفته نشده، حالا وقتی 2 هفته بشه بیشتر دیده خواهد شد. داد استانهایی مثل مازندران و گیلان در اومد که یه مقداری متعادل شده بود که دوباره درصد رفته. حتی آذربایجان غربی که گوشه ایرانه، گوشه شمال غربی ایرانه، گفت آقا من کم داشتم ولی زیاد شده تعدادش. و استان فارس غیرو غیرو، یا خوزستان گفت 50% دانشگاه جندی شاپور گفت فقط بستری شده ها در یک هفته گذشته بالا رفتن در استان. ببینید اصلا ظاهرا جون مردم اهمیتی نداره، نه برای مراجع نه برای دولت. حالا مراجع غایبند، شما بگیم وزیرای دولت کجا، معاون رئیس جمهور کجاست، اینا کوشن اصلا، چرا غایبن الان در این صحنه؟ خامنه ای که غایبه، هیچی، اون که به جون که وسط معرکه باشه، خودش رئیس ستاد بحران کشور بعد باشه، الان شده همه دنیا آشتی کنه مسائل عروسک پشت پرده، به جان مردم ایران اهمیت بده که هیچی، غایب. و بعدم تصمیمات متناقض حکومت، تصمیمات غلط اندر غلط. همین وضع سفید که الان آقای روحانی باز گفته نبینم 300 چند وقت پیش هم باز گفت بلا فاصله از خود همون وزارت بهداشت گفتن آقا ایران هیچ جاش سفید نیست، همه جاش قرمز، هیچ استان سفید هم نداریم، حتی شهر و ده سفید هم نداریم. به هر حال ببینید آقای دکتر، الان اوضاع خوشی نیست، مردم نه فقط بی‌دفاع در برابر بیماری هست، بلکه اقتصاد ایران وضعیت فلاکت باری داره. البته کرونا همه دنیا رو صدمه زده، بحران اقتصادی بعد از کرونا همه بزرگترین اقتصادهای دنیا رو هم تحت تاثیر قرار داده و میده، ولی در ایران به دلیل انباشتگی 40 سال بی‌لیاقتی، فساد، دزدی و ندانم کاری و سیاست‌های غلط خارجی و داخلی، این بحران به شدت خودشو بیشتر از خیلی کشورهای دیگه نشون داده و داره مردم رو آزار ده. الان فقط صنعت هواپیمایی ایران هزاران نفر بیکار شدن که گفتن باید احتمالاً تعدیل نیرو میکنن. صنعت توریسم و گردشگری ایران هزاران نفر، 240,000 نفر مستقیم و بیش از 500,000 نفر غیر مستقیم از این محل ارتزاق میکردن بیکار شدن و دارن احتمالاً تعدیل نیرو میکنن. از بخش خدمات بیایم بیرون، رانندگان کامیون الان میگن خب بیان کار کنن، اولین خواستشون این است که میگن ما وسایل بهداشتی در اختیارمون نیست، یا رانندگان اتوبوس که خودمون مبتلا نشیم. دوم این که این تعرفه ها، این قیمت ها، گرونی یدکی، لاستیک، این مشکلاتی که قبلا داشتیم، پایین بودن کرایه، این سر جاش الان و بدتر هم شده و ما نمیتونیم گذران کنیم. بخش خدمات حالا بیش از 40% اقتصاد ایرانه که حسابی ضربه خورد، کی باید به دادش برسه معلوم نیست. اما بخش تولید هم الان، تولید کشاورزی به طرز نگران کننده بخش های کشاورزی کشور کشت نشده در کشت بهار. انبارهای پاره محصولات، انبارهای استراتژیک کشور خالی شده الان.
نگرانی های بزرگی وجود داره. به همین سیاق شما ببینید در هر گوشه دست میذارید، الان آمار خود پلیس میگه 46% قاپزنی، کیفزنی و جرائم اینجوری بالا رفته و بخش امنیت کشورم دچار مشکل شده، نه فقط به دلیل بیماری بلکه به دلیل دلزدگی خیلی ها شدن. یعنی تو سازگارا شما یه اشاره کردی به روحانیت که خوابیدن نیستن، من یه نکته رو خدمت بگم. تو همین هفته گذشته من اطلاعاتی دست اومد مستند دقیق حالم گذاشتم کامل کنم که نشون بدم برای مرد. آقای صافی گلپایگانی 95 سال عمرش که با کلک و حقوق بازی خود رو جانشین آقای گلپایگانی کرد، در حالی که حتی شایستگی اجتهاد رو هم نداره. دو تا آقازاده داره، یکشون مهندسی، یکشونم عمامه‌ای. دو تا از آقازاده هاش، آقازاده دیگه هم داره بهش میگن دانشمند به مسخره. اینا چیزی بالغ بر 60 میلیون دلار از ایران به بیرون فرستاد و اون کسی که واسطه بوده در دبی، من باش صحبت کردم چون کلک گذاشتن سرش، عصبانیه، اسرار رو داده بیرون. این یه دونه از این ملاها تو گوشه قم بوده. فکر کنید این پولایی که دست این بوده چه کسایی رو میتونسته از بیماری نجات بده، از مصیبت نجات بده. از مردم باید حواسشون جمع باشه. این روحانیت 2 ریال نمیارزه. این روحانیت نزد خدا بی آبروست. بنابراین هنوز فکر نکنن که آخوندا فردا درست شد برن سر. نه، اینا رسوای آبرو باختن همشون، از دم غیر از اون عده‌ای که از قبل اعلام کردن حساب خودشون از جدا کردن. شما فکر کن آقای سیستانی توی جایگاهی که نشسته، در حرم‌ها رو بست، هیچ کس هم حق ورود به اونجا نداره، ترتیب روشن که وضع سفید و سیاه، در حالی که در عراق وضع خیلی بهتر از ماست، مثل ما نیست کروناش، ولی اینا دارن چون عربستان سعودی قربونت برن بیا، میگن ما بشیم حسرت عربستان رو بخوریم که دیروز شلاق زدن رو ممنوع میکنه، بعد اعدام جوانان زیر سن 18 سال و بعد فردا هم اعدام رو لغو میکنه، ما نشستیم هر روز بعد حسرت بخوریم به گذشته برای اینکه این رژیم آدمخوار. و روحانیت شیعه به نظر من، آقای دکتر سازگارا، آدمی هستی مثل خود من، از یه خانواده مذهبی متدین میاد، معتقد میاد. روحانیت شیعه آبرو باخته ترین روحانیت شد امروز در همه جای، غیر از حالا میگم آقای سیستانی استثنا، دو سه تا در ایران خیلی آبرو ریخته شد. آقای منتظری خدا رحمتش کنه، یه بار ایشون مرسم عیادتش توی بیمارستان تهران آورده بودن، قده روی کلوش بود و یک حرفی زد، حرف خوب بود. گفت من فکر میکنم تو این جمهوری اسلامی همه امتحان پس دادن، ما خونده هم امتحان پس دادیم و ما از همه رفوزه تر شدیم. این قضاوت این مرد آزاده بود راجع به هملباسی های خودش و خودش جمع میبست، میگفت ما. بله درسته، روحانیت شیعه قطعا های دکتر بعد از رفتن جمهوری اسلامی و ابزار قدرت رو از روحانیت شیعه گرفتن دستخوش تغییر خواهد شد، قطعا چاره ای نداره، برای اینکه در یک بازار آزاد باید بیاد رقابت کنه با افکار رقیب، با افکاری که در جامعه ما طرفدار داره و الان به زور سرنیزه داره خودش رو تحمیل میکنه و پول بادآورده حکومت. این رو بردارید شما، روحانیت شیعه و مخ باید که با ده ها مذهب و مسلک و بیدینی و غیره که در جامعه ما هست در یه بازار آزاد رقابت کنه و کالایی که داره کالای زشت و غیر قابل دفاعی است، بعدم به امتحان در آورده. یعنی همه اون تئوری هایی که میگفت و اون همه از علی خرج میکرد و از پیغمبر و غیره، در آزمون که در اومد خب رفوزه شده دیگه، تعارف که نداره و تئوریاش هم همه شکست خورده، مسخره در اومده. یعنی این فقه سنگین عقب افتاده قرون وسطاییش
در یه جامعه مدرن به اجرا که در اومده فاجعه خلق کرد. به قوه قضاییه شما نگاه کنید که تازه نصف نیمه پس گرفتن خیلی چیزا رو، یا به بخشای دیگه کشور. بنابراین روحانیت چیه؟ به قول آقای منتظری از همه نفوذتر در اومده. من آقای دکتر غیر البته داخل خود روحانیت به خصوص یک عده جوانترهاشون این رو خوب میفهمن و میدوننم و میگنم که باید تجدید نظر بشه، باید زیر و زبر بشه حوزه های علمیه، درساشون باید عوض شه اصلا و که این فقیه پروری و فقه پروریشون باید تغییر کنه، دین مداریشون باید عوض کنه. ولی این ماجرا فقط به روحانیت شیعه الان ختم نشده. الان آقای دکتر ببینید داخل خود حکومت در سطوح مختلفش از محرمترین جاهاش که دیگه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتیشن وزارت خارجهشه تا کارمندان و وزارتخونه های مختلفش و دستگاه مختلفش الان نارضایتی همه جا دیده میشه. یک عده البته دزدا من از طریق کارمندای بانک فهمیدم میگن، یک عده شروع کردن املاک و مستغلات فروختن و با زد و بند با مدیران شعب بزرگ یا توی بانک ها دارن عرض میکنن از کشور خارج کنن. یک عدهشون هم دارن بدتر از اون وام میگیرن برای اینکه با وام های دولتی که بهره پایین هم داره و باز اونو عرض کنن از کشور خارج کنن که بعدم میخورن یا پول تو بانک هم پول مردمه. این دزدا رو بذاریم، اما آدم های سالم هم هست. الان ببخشید به شدت شروع کردن به اعتراض کردن، شروع کردن به این که این مسیر به ناکجا آباده و خامنه‌ای بی‌لیاقته و دستگاه جمهوری اسلامی کلش بی‌لیاقته. من نکتم این است که این اتفاقی است که اتفاقا بسیار میمونه مبارکه. بله کاملا، یعنی باید هوشیارانه در واقع کمک کرد به این که کسایی که دارن متنبه میشن حتی به سطح جامعه رسیده. یعنی بعضی اخشار اجتماعی ما داشتیم که به دلیل باورهای مذهبیشون مدافع حکومت، اونها هم مشکل دار شدن الان. دکتر سازگار در خیلی از بحثامون برگردن، در خیلی از بحثامون با هم صحبتایی که میکردیم آرزو میکردیم ما به اون نقطه برسیم که در درون این حاکمیت این رشته ها پاره بشه، و الان به سرعت شاهد پاره شدن این رشته ها و اون پونس ها روی اون رومیزی که این میچسبونده رژیم رو دونه دونه داره کنده میشه، و این به قول یکی از دوستانمون و همینطور این رشته ها پاره میشه. ممنونم ازت، به پایان وقتمون رسیدیم، مثل همیشه پر از شوق برای ادامه دادن گفتگو و حتما این کار رو خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید بشد، هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.